نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 28 شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم کمک گرفتن از دیگری در وضو و غسل فرمودند: وضو گرفتن و غسل کردن بر سه قسم است. قسم اول به گونه ای که همه انسان ها عادتاً وضو می گیرند و غسل می کنند، یعنی انسان خود روی صورت و دستش آب می ریزد و وضو می گیرد و یا خود زیر دوش می ایستد و غسل می کند، و این قسم وضو گرفتن و غسل کردن نه باطل و نه مکروه بلکه صحیح است. معظم الله در توضیح قسم دوم فرمودند: قسم دوم زمانی است که دیگری به وسیله مانند شلنگ روی دست انسان آب می‌ریزد و انسان با دست خود آب روی دست و صورت خود می‌ریزد و یا غسل می‌کند. این قسم که اعانت یا کمک نام دارد مکروه است، اما باطل نیست. ایشان در توضیح قسم سوم فرمودند: قسم سوم هم زمانی است که دیگری روی صورت و دست و بدن انسان آب می‌ریزد و انسان فقط نیت وضو یا غسل می‌کند. این قسم که تولیت یا سرپرستی نام دارد موجب بطلان غسل و وضو می شود. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. یه وقت آدم زیر دوش وای میسته، خودش نیت میکنه، خودش هم دست میماله، این نه مکروه نه حرام. اما یه وقتی یک کسی غسل میکنه، یه نفر با آفتابه ای با مشک آبی شلنگ رو میگیره رو سر شما، شما نیت غسل میکنید، نه دست میمالید، اینا این تولیته، این باطله این غسل. اما اگر نه اون کمک میکنه، نه اینکه اون متولی این موضوع و غسل میشه، اون مکروهه. این مکروهه. این مکروهه. نه. اما اگر اون رو صورت شما آب می‌ریزه، شما فقط نیت وضو می‌کنید، حتی دست نمی‌مالید، این باطله این موضوع. بله. اونو میگن تولیه، اینو میگن اعانه در اصطلاح فقهی. بله. اگه نداره اشکال نداره. اون اضطراره. اضطرار اشکال نداره. بله. اضطرار اشکال نداره. رفع مستر رو علیه.